سلام، به کانال هودالی شف خوش اومدین. امروز میخوام بهتون طرز درست کردن کیک ساده اسفنجی رو یاد بدم که خیلی راحت میتونین درست کنین و در کنار عزیزاتون میل کنین. بریم با هم آموزش رو شروع کنیم. برای درست کردن این کیک به 2 پیمانه آرد، 1 پیمانه شیر، 1 پیمانه شکر، 1 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر، 1/2 پیمانه روغن مایع، 1/2 قاشق چای خوری وانیل و 3 تا تخم مرغ نیاز دارین. توی 1 کاسه 3 تا تخم مرغاتونو بشکنین. یه پیمونه شکر رو به تخم مرغا اضافه کنید. 1/2 قاشق چای خوری وانیل رو هم بریزین. با یه چنگال یا همزن دستی یا همزن برقی مواد رو هم بزنین. هم زدن مواد رو باید تا جایی ادامه بدین که یه مایه کرم رنگ و کشداری داشته باشین. هم زدن تخم مرغ و شکر یکی از اصلی ترین نکته ها برای درست کردن یه کیک خوشمزه و با کیفیته. این مرحله رو با دقت انجام بدین. سعی کنین هم زدن مواد رو توی یه جهت انجام بدین و مواد رو توی جهت‌های مختلف مخلوط نکنین. همینطوری که می‌بینین، الان مایه ما کرم رنگ و کشدار شده. حالا توی این مرحله یه پیمونه شیر رو بهش اضافه کنین. نصف پیمونه روغن مایه رو هم بریزین. مواد رو هم بزنین تا با هم ترکیب بشن. دو پیمونه آردتون رو توی دونه کاسه بریزین. یه قاشق غذاخوری بیکینگ پودر رو هم بهش اضافه کنین. حالا آرد و بیکینگ پودر رو با هم کاملا مخلوط کنین. مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو از الک رد کنین. این کار باعث میشه آرد و بیکینگ پودر یه دست بشه و کیک شما بیشتر پف کنه. آرد و بیکینگ پودر رو که الک کردین، طی چند مرحله به مایه کیکتون اضافه کنین. و به صورت دورانی هم بزنین. در حدی هم بزنین که آرد کاملا مخلوط بشه و گوله گوله نمونه. بقیه آرد رو هم کم کم اضافه کنین و به صورت دورانی هم بزنین. این کیک در عین اینکه خیلی ساده است و راحت درست میشه، خیلی خوشمزه است. بچه‌ها هم خیلی دوست دارن. شما میتونین هم صبحانه و هم عصرانه این کیک خوشمزه رو میل کنین. اگه تا اینجا این آموزش رو دوست داشتین، ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین. بله، مایه کیک ما هم آماده شد. داخل قالب کیک رو یک کوچولو روغن بریزین و با یه فرچه روغن رو به کف قالب و کمی دیواره قالب بمالین.
حواستون باشه که برای چرب کردن کف قالب از روغن زیاد استفاده نکنید، چون باعث میشه کیک شما کمتر پف کنه. کاغذ روغنی رو از قبل به اندازه دیواره و کف قالب برش بدین و توی قالب بذارین. روی کاغذ روغنی رو اصلاً دیگه چرب نکنین. مایه کیک رو در مرکز قالب بریزین و اجازه بدین خودش پخش بشه. چون کیک بعد از پخت پف میکنه، باید قالبتون اندازه‌ای باشه که مایه کیک حد اکثر 2/3 از حجم قالب رو بگیره و 1/3 اون خالی بمونه. کیک رو داخل فر که از 10 دقیقه قبل با دمای 170 درجه گرم کردین قرار بدین و اجازه بدین به مدت 50 دقیقه کیک شما بپزه. وقتی سطح کیک طلایی شد، یه خلال دندون توی کیک فرو کنین. اگه تمیز بیرون اومد، کیک شما آماده است. بعد از اینکه کیک رو از فر خارج کردین، اجازه بدین از داغی بیفته، بعد از قالب خارج کنین، چون ممکنه باعث بشه کیک شما نصف بشه. اگه طرز تهیه کیک های دیگر رو هم دوست دارین، توی کامنت ها برام بنویسین تا آموزش اونا رو هم براتون بذارم. به به، همینطوری که میبینین کیک ما خیلی نرم و لطیف و کاملا اسفنجی شده. اینم از کیک ساده اسفنجی ما. شما میتونین این کیک خوشمزه رو با یه لیوان چایی تازه دم نوش جان کنین و لذت ببرین. از اینکه تا آخر این آموزش با من همراه بودین ممنونم. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.